با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز پنجشنبه اول اردیبهشت 1397 است، برابر است با 23 آگست 2018. امروز بعد از مدت ها یه مهمان نازنین داریم، آقای حسن ماسالی. برای کسانی که مطالب ایران رو دنبال میکنن، نام و چهره آقای حسن ماسالی نام و چهره آشناست. من وقتی که در واشنگتن زندگی میکردم با آقای ماسالی گاهن گفتگو میکردیم و یه سری گفتگو داشتیم. وقتی که میرفتم خاطرات آقای دکتر طهماسبی رو ضبط میکردم، از آقای ماسالی هم خواهش کردیم که در این جلسات شرکت کنه. از بده در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای ماسالی و خوش آمد بگیم حضورش رو. آقا من به شما درود میفرستم. درود فراوان سعید خانم بهبانی، خیلی خوشحالم از اینکه با هم دوباره یه گفتگویی میکنیم و شما در حال غیر از این مسئله رسانه‌ای از دوستان دیرپا هستین و خیلی خوشحالم که با شما در مورد مسائل مختلف ایران یا جهان گفتگو داشته باشیم. عرضم به حضور شما اونجور که توی این گفتگوها مطرح شد، آقای ماسالی در ایام شباب چنان که افتد و دانی به عنوان یک در حقیقت خانزاده، یک کسی که پدرش جز ملاکان بزرگ منطقه ماسال و تالش و از نام فامیلش هم پیداست، در جوانی وقتی دیپلمشو میگیره میاد به آلمان و در شهر کیل اونجا اتراق میکنه و بعد کاری هم به این کارا نداشته، اما دوستان نواب او رو جذب میکنن و ایشون هم میبینن که درش استعداد هست و آدم فعال و عاشق ایرانه، بنابراین ازش دعوت میکنن، در کنفدراسیون حضور پیدا میکنه و در همون اوائل کار به علت کوشش و پشتکاری که داشته از اعضا و مدیران کنفدراسیون میشه. آقای ماسالی در طی این سالها، من همیشه گفتم وقتی که ما به خارج از کشور میومدیم، دوره خوش استبداد به قول اسفندیار منفرزاده نازنین، اولین کتابی رو که به دست ما میرسید این کتاب خاطرات اشرف دهخان بود و بعد آقای ماسالی برای من تعریف کرد که ایشون بوده که همت کرده این کتاب رو چاپ کرده و منتشر کرده. کتاب غریبی بود، یعنی به محض اینکه میخوندی خیلی تحت تأثیر قهرمانان کتاب قرار میگرفتی، خیلی درش البته اگزاجره بود. آقای ماسالی فکر میکنم امروز به این داستان اعتراف میکنه، ولی کارهای زیادی رو آقای ماسالی انجام داده. بعد از انقلاب هم به ایران برمیگرده و کاندید میشه و بعد مجبور میشه که مملکت رو ترک کنه و فرار کنه و در کردستان مدتی مستقر میشه و بعد هم به تن دومش آلمان برمیگرده و از اون تاریخ به بعد هم دائما مشغول فعالیت. اجازه بده ازش بپرسیم که آخرین کاری رو که آقای ماسالی انجام داد همکاریش با آقای دکتر عبقری و خانم عبقری بود در این حزب آرا اگر اشتباه نکنم. بپرسیم که چه کردن و در این حزب مشغول چه کاری هستن و آقای ماسالی امروزا به چه کاری بیشتر مشغول. بفرمایید، بشنم آقای ماسالی. بله، یه توضیح کوچک راجع به تاریخ هایی که گفتین بدم. من در حقیقت
هزار و به تاریخ خارجی 1958 وارد آلمان شدم برای ادامه تحصیل. اول در تیوبینگن پزشکی شروع کردم. به علت درگیری های سیاسی که داشتم از همون موقع در راه ایجاد کنفدراسیون و جبهه ملی خارج از کشور، خلاصه مجبور شدم پزشکی رو ول بکنم و علوم سیاسی و جامعه شناسی رو انتخاب کردم که بعداً در این زمینه فارغ التحصیل شدم و خلاصه از تیوبینگن رفتم کیل، بعداً رفتم فرانکفورت و داستان مختلف زیادی است. و در ضمن یادآوری بکنم که من زمان آموزگار هنوز 9 ماهی 10 ماهی به اصطلاح انقلاب و یا شورش کور که اتفاق افتاد نشده بود. قبل از اون به ایران مخفیانه وارد ایران شده بودم و در ارتباط با مبارزات چریکی، البته که بعدا نقد نوشتم که این شیوه کار درسته که خیلی صادقانه در این زمینه مبارزه کردن، ولی مبارزه چریکی راه حل اصلی برای برچیدن یک نظام نیست و بلکه باید یه جنبش سراسری و قدرتمند شکل بگیره. خلاصه افت و خیزهای زیادی داشتم در زندگیم و عاری از خطا و اشتباه هم نبودم. و اکنون همونطوری که اشاره کردین، بعد از اینی که با یاران مختلف فعالیت سیاسی داشتم، اکنون همونطوری که اشاره کردیم به اتفاق آقای عبقری و خانم عبقری و خانم یزدی و خیلی از دوستان دیگه، کنگره حزب آرا، حزب آزادی و رفاه ایرانیان رو در فرانکفورت بنیان گذاشتیم و البته به اون تنها اکتفا نمی کنیم، عقیده داریم ضمن گسترش مبارزه به صورت حزبی ما باید در راه ایجاد یک جبهه قدرتمند سراسری گام برداریم. به مشکل ایران انقدر عمیق و پیچیده است که از عهده یک حزب و دو حزب بر نمیاد و باید واقعا یک اتحاد سراسری شکل بگیره. منتها عقیده دارم این اتحادم همونطوری که ما در نوشته هامون پخش کردیم باید هدفمند باشه، با سیاست همه با هم غرقاتی متضاد نمیشه جبهه درست کرد و به یه نتیجه مطلوبی رسیده. به همون شکست و ناکامی های گذشته آدم دچار میشه. خلاصه امیدواریم که این مسیری رو که داریم انتخاب کردیم تکامل ببخشیم و در ایران دو مرتبه حضور پیدا بکنیم. حتما. آقای مسلی، بفرمایید. کتابی که اخیراً در دست داری چیه؟ چه کتابی رو در حال کار هستی؟ چون شما در این زمینه هم فعالی و چندین کتاب منتشر کردی. بله، من تقریباً تاکنون در حدود 10 جلد کتاب به زبان فارسی، انگلیسی، آلمانی انتشار دادم که 3 جلدش کتاب خاطرات شخصی منه با سند و مدرک، از همون ابتدای فعالیت ها رو با سند و مدرک، رابطه با مصدق، جبهه ملی، چپ و غیره، همه رو اسناد و انتشار دادم. و اخیراً هم 2 تا کتابچه در مورد این خصلت آخوند و جمهوری اسلامی و فرهنگ تجزیه تحلیل سیاسی و روانکاوانه است، در مورد این فرهنگ مازوخیستی و سادیستی جمهوری اسلامی، یعنی تسلیم طلبی و با گریه و زاری و نوحه و غمزنی و سینزنی و غیره ادامه پیدا کرده و تجدید تولید شده و فرهنگ متاسفانه بخش بزرگی از فرهنگ جامعه ما رو تشکیل میده که باید به طور بنیادی برچیده بشه. درست. عرضم به حضورت که اتفاقا با آقای دستمالچی امروز صحبت میکردم، قرار گذاشتیم فردا اگر امکانی باشه باهاش گفتگو کنیم، صحبت از همین
تاریخ ها شد و به شوخی گفتش که آره ما همراه نیروهای متفقین وارد آلمان شدیم. شما هم ظاهرا همراه نیروهای متفقین وارد آلمان شدین. تاریخ هایی که میگین در حقیقت بیشباهت نیست. اما شما از زمره کسانی بودی که در حقیقتا ملی بودی ولی بیشتر چپ میزدی و از چپ هم به دیدار خمینی رفتی. چی شد که تصمیم گرفتی به دیدار خمینی بری تو این ایام؟ بله، من به نام چپ یا غیره به دیدار خمینی نرفتم، بلکه دبیر کنفدراسیون بودم و مسئول جبهه ملی بودم. بعد با دوستانمون اصلا ما تو مبهوت بودیم که این خمینی چیه که شاه گرفته تبعیدش کرده، این آیا واقعا یه شخصیت مبارزیه یا اینکه چیه. خلاصه کنجکاوی ما رو بردا، چون رفت آمد میکردم خاورمیانه برای فعالیت‌های جبهه ملی در خاورمیانه، به دیدارش رفتم و تو خاطراتم هم نوشتم. از همون موقع هم، موقعی که خمینی به قدرت رسید، بازم یه نامه سرگشاده 10 صفحه‌ای بهش نوشتم و تعجب کردم، برای اینکه ازش شناخت داشتم. و ایشون دیدم که اصلا تعجبم از این بود که شاه یکی از اشتباهات بزرگش این بود که با تبعید کردن یه همچین آدم بی سواد و ابلهی اونا قهرمانش کرد و مردم ساده و عوامم و بعضی فعالین سیاسی ساده لو خواستن از این مسئله به عنوان تاکتیک استفاده بکنن، که من تمام اسناد چاپ کردم که به پیغام دادم، ملاقات داشتم با امثال دکتر سنجابی، حتی که آقا من این ایشون رو دیدم، ملاقات کردم، این آدم بی سواد و مرتجعیه. به من جواب میدادن، حتی در مخفیگاه که در ایران بودم، ایشون هنوز نیومده بود، برده بودنش با بعد از تشکیل کنفرانس گواتلوب تقریبا چند ماه قبل از به اصطلاح شورش گوری که در اتفاق افتاد، آمریکا و هم متحدینش در ایشون از نجف میبرن پاریس و در کنفرانس گواتلوب تصویب میکنن که ازش یک رهبر بسازن، که تئوری برژنسکی بود که طالبان رو در افغانستان درست کرده و یه جریان اسلامیستی افراطی هم در ایران علیه شوروی به وجود بیاورن. خلاصه من این مسائل رو همه رو اطلاع داشتم و هر کدوم در مخفیگاه رجوع میکردم، میگفتم دست بردارین از این، حمایت نکنین، این یه آدم مرتجع و بیسوادیه، پشتش هم آمریکایی‌ها هستن و اینا. به من جواب من این بود و به من این بود که در خاطراتم نوشتم، تمام اسنادش وجود داره، نوشتن آقا نگران نباش، آخوند چیه، ما ازش به عنوان تاکتیک استفاده میکنیم و بعد یه اردنگی میزنیم بره. که بعد من یه مقاله نوشتم، نوشتم ما رفتیم تاکتیک بزنیم، استراتژیک خوردیم. در این فاجعه بود. بله، به خاطرت چی بود؟ چی شد که رفت دادین در نجف؟ چند نفر بودید رفتید و چه گذشت؟ چجوری شما رو پذیرفت؟ واسط شما کی بود؟ منو چون سابقه جبهه ملی داشتم و کنفدراسیون و اسم رسمی داشتم، اینا خوشحال بودن که منو بپذیرن به اصطلاح. چند نفر بودین؟ من خودم تنها بودم. یه مرتبه من به اتفاق آقای خسرو کلانتری رفتیم دوم، بله، به عنوان جبهه ملی و از بقایای کنفدراسیون. در حال ما باشون ملاقات کردیم، هیچ نوع تعهدی هم قبول نکردیم، فقط آشنایی بود. ولی یک اشتباهی روی داده بود که اونم در خاطراتم نوشته بودم، که ما در خارج از کشور نشریه‌ای که انتشار می‌دادیم به نام ایران آزاد،
مقالات مختلف رو، چون با نیروهای ملی مذهبی مثل آقای بنی صدر و اینا هم همه ائتلافی در جبهه ملی شرکت داشتن، مقالاتی رو که انتشار میدادیم از جمله اعلامیه های خمینی رو هم چاپ میکردیم که به نظر من این کار اشتباهی بود و اینو بهش نقد کردم خودم به صرف خودم. منم مقصودم همین بود که شما بله. منتشر میکردید این خمینی رو و بله. تا پیش از بله تا پیش از انقلاب فعالیت داشتید و در حقیقت اون رو هم به عنوان یه ابزار همونجوری که گفتید تاکتیکی یا هر چی بود ازش استفاده میکردید. برخوردش با شما چجوری بود؟ صمیمانه بود؟ سرد بود؟ نه، من حتی تو خاطراتم نوشتم میرفتیم میدیدیمش اصلا سرشو مینداخت پایین و دو کلمه مثلا میگفتیم چطوری آقا فلان اینا، یه دو کلمه بیشتر حرف نمیزد و اصلا راجع به مسائل سیاسی دیدگاه نشون. و حتی یه مرتبه ازش پرسیدم گفتم آقا شما باز میخواین اعلامیه صادر بکنین؟ ناامید شده بود، میگفت که نه دیگه کسی حرفای ما رو گوش نمیده. بعد متاسفانه عقیده دارم این تئوری برژنسکی که ایشون رو که ناامید شده بود و تقریبا مسئله خمینی داشت از بین میرفت، این رو با حمایت یزدی و قدساده و اینا بردن پاریس، ازش یه رهبر درست کردن و رادیوهای مختلف در اختیارش گذاشتن و داستانش رو که دیگه میدونیم همه. بله، ما موقع دیگه انتقادگر بودیم دیگه، حتی به عنوان تاکتیکی اعلامیه‌اش هم نمیخواستیم چاپ کنیم. اینا مربوط به بعد از انقلابه؟ نه، همون موقعی که تو پاریس بود هنوز. بله دیگه، من در این که دیگه من در ایران بودم مخفیانه و بعد میدیدم و نگران شده بودم. اول جدی نمیگرفتم مسئله ورود خمینی رو، بعدن وقتی که دیدم اینو بردن پاریس خیلی ملتهب شده بودم و از مخفیگام مرتب تماس میگرفتم که مواظب باشین که یه خطر بزرگی متوجه ماست. اینا رو من تمام تو خاطراتم نوشتم. بله، من اون خاطرات شما رو، حتی معذرت میخوام، نامه ای که بعد از اینی که ایشون وارد شد و یه نامه سرگشاده 10 صفحه‌ای بهش نوشتم که این قتل و جنایت چیه داری میکنی، اونم انتشار دادم و همین امر باعث شد که مخفیانه حکم قتل من رو صادر کرد و مجبور شدم، یعنی من از این از طریق آیت الله لاهوتی فهمیدم و مجبور شدم به کردستان فرار بکنم و از طریق دکتر قاسملو با حمایت اون 3 سال گروه مسلحانه ای هم درست کردم و علیه خمینی به مبارزه پرداختم. بله، ماجرای کردستان ایام عجیب و غریبی بود. امروز که به اون روزگار نگاه میکنی با خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی که اشتباه بوده همه حرکت؟ من عقیده دارم نه، کردستان که اشتباه نبوده، ولی من عقیده دارم بسیاری از این سیاست های مماشاتگرانه به اصطلاح فعالین سیاسی و از اینی که هم این برای داشته باشن اون برای داشته باشن بسیار موجب شد ضربه بخوره به جنبش دموکراسی خواهی ایران. من البته جیغ و داد بعضی از سلطنت طلبای افراطی رو که میخوان خودشون رو توجیه بکنن در این فاصله من اون رو هم رد میکنم. عقیده دارم درست دیکتاتوری شاهی دیکتاتوری کلاسیک بود، بعضی شرایط و مزایایی در جامعه حاکم بود، ولی اصلا خود اشتباهات اون اصلا یکی از پدیده هایی بوده که خمینی مانندی بروز بکنه و از جلوگیری میکرده از فعالیت های سازمان هایی که نه تفنگ برداشته بودن نه اسلحه مثل جبهه ملی جلوگیری میکرد و در نتیجه معلومه یک رادیکالیزم کور در اون شرایط شکل میگیره و بعدش هم حتی
هم نه تنها تبعید خمینی غلط بوده میباشتی و مردم درست به طرز درستی معرفی میشد، بلکه بعدن هم تسلیم تصمیمات آمریکا شد. مثلا من دقیقا به یادم میاد، یادم میاد که بریژنسکی وقتی اون تئوری شده زمان کارتر مطرح کرد، شاه برای اینکه خمینی که هنوز تو پاریس بود، من تمام این اسناد و کیهان و اطلاعاتم دارم، برای اینکه خمینی رو راضی کنه هویدا رو دستگیر کرد، عده ای از رهبران ارتش رو دستگیر کرد که رضایت خمینی رو جلب کنه، و بعد با گریه و ناله از ایران خارج شد و همه اینا به دست خلخالی افتادن و اعدام شد. اشتباهات پیاپی، یعنی همینجوری پشت سر هم، شاید هم اجتناب ناپذیر بود، یعنی دیگه کار از کار گذشته بود. اما اینکه میگی که چون میدونیم که این از روز اولم که اومد، الانم که اسناد من 28 مرداد و اینا هر روز یه برگ از توش بیرون میزنه، خب معلومه که اینا اصلا با جبهه ملی و مصدق و اینها مخالف بودن. خب این جزء طرفداران کاشانی بود و رابط کاشانی با نواب صفوی و اینا بود. چطوری اون وقت شما خودتون رو به عنوان جبهه ملی در اون ایام جوانی به او معرفی کردی؟ چه عکس العملش چی بود؟ اینکه اون موقع در حقیقت چیز نداشت، یه موزه سیاسی خاصی علیه سازمانان نداشت. دلش میخواست ببینه چه سازمانی، چه گروه هایی ازش پشتیبانی میکنن یا نه، و یه هیچ چشمنداز روشنی هم نداشت که چه در آینده چی میخواد. این مسئله تمام برنامه ریزی توسط یزدی و ابراهیم یزدی و قدساده و اینا شد که بعدن ایشون رو به حتی مشاورش شده بودن در پاریس، که مصاحبه ها رو من دقیقا من یادم میاد، تمام اینا اسناد وجود داره، هم انتشار یافته، که خاطرات عزت الله صحابی رو هم بخونین میبینین اونجا این مسائل رو میگه، که ایشون چون آدم بی سواد و ابلهی بوده و چرت و پرت میگفته، تعیین کرده باش موافقت کرده بودن که آقا هر کسی از رسانه ها میاد با شما گفتگو میکنه، اجازه بدین ما سوالای اونا رو پیشا پیش بگیریم، جوابشو بنویسیم بدیم دست شما، به اون بر اون اساس جواب بدین. واسه همین بود که در اونجا میگفت برابری، من همه آزادن، زنا راجب حقوق زن، معلومه نه حرفای خودش نبود که، بله همه اینا چیز بود، دیکته شده بود. آره اگر به همین روند صحبت خودشم گوش بدی، کاملا اینو میتونی ملموسه، میشه ببینی صحبت نمی که اول صحبتش همون صحبت آخوندی بود، آیین بازاری ها، آیین دانشگاهی ها، این دوتا کلمه، بعد یواش یواش کارگران، نمیدونم زنان، اینا هی به فرهنگ لغاتش اضافه میشه، نشون میده که اون بغل یه کسانی دارن بهش دیکته میکنن، وگرنه تو سخنرانی های اولش آقای شاه، آقای بازاریان، آقای دانشگاهی اینجوری حرف میزنه، هیچی راجع به کارگر، طبقه کارگر از اینا تو سخنرانش نیست، اینا یواش یواش به کلماتش افزوده میشود. بله نه معلوم بود که بعد از اینی که وارد، مثلا از جملات معروفش معلومه، موقعی که ایران اومده بود بعد دیگه سر قدرت بود، خودش میخواست اظهار نظر بکنه، بهش میگفتن آقا راجب اقتصاد نظر شما چیه، میگفت اقتصاد مال خره. آره دیگه، در حالی که بنی صدر کنارش وایساده بود اون بهش گفت اقتصاد مال خره. نه من باورم اینه که حتی خمینی همه حرفایی رو که توی پاریس زد راست میگفت، و اون موقعی هم که توی طیاره خبرنگار ازش پرسید که چه احساسی داری، اونجور حیرون نگاه کرد و گفت هیچی، که قدساده خب یکه میخوره بله. و نمیدونه چی بگه،
میگه آقا فرمودن نو کامنت، به خب جای این هیچی گفت نو کامنت. خب همین مسائل، من واسه همین الان دارم کوشش میکنم خیلی دقیق راجع به این پدیده اسلام و خمینیزم و آخوندیزم و اینا خیلی باز و شفاف بنویسم. من به نظرم این تاریخ ما و فعالیت‌های گذشته ما از همه طیف، از چپ گرفته، جبهه ملی گرفته، سلطنت طلب گرفته، دوچار خطاهای زیادی شدیم همه ما. و این اسلامیزه کردن جامعه و این آخوندیزم که حاکم شده، برای این باید به طور واضح و روشن تصمیم گیری کرد و این خطاها رو جبران کرد. بعضی ها اصلا هنوزم میخوان دو دوزه بازی بکنن. واسه همین هم هست که من خیلی دقیق روشن نه تنها این دو سه تا مقاله نوشتم، بلکه یه طرح و برنامه مفصلی در مورد اینی که این رژیم چگونه باید سرنگون بشه، چه چیزی جایگزین بشه و بعد با این فرهنگ لجنزار اسلامی و آخوندی و جنایت و فضاحتی که وجود داره چگونه به طور دراز مدت برنامه ریزی آموزش و پرورش بشه، فرهنگی بشه و یه رنسانس فرهنگی در جامعه روی بده و به این مناسبات چند صد ساله ارتجایی خاتمه داده بشه، تنها تغییر حکومت نباشه. یعنی اینی که نمیدونم رئیس جمهور کیه، نخست وزیر چیه، فلان اینا، یا فرمانده نظامی کیه، این عوض بکنه گویا به آرزومون رسیدیم. نه، جامعه ایران به یک به اصطلاح یک حرکت بنیادی احتیاج داره و اینو برای این دارم تکیه میکنم که عقیده دارم به سهم خودم و توصیه میکنم به تمام دوستای خودم که ما به هیچ وجه دنبال باز مصلحت اندیشی و سازشکاری با این مرتجعین نباید باشیم. آره ببین، تو همون دوران، تو همون سالهای 57 56 57، همین کاری که الان تو ایران داره انجام میشه، تو خیابون داد میزنه مرگ بر دیکتاتور، بخش کوچیکی، یه صدای کوچیکی که اصلا هم شنیده نمیشد، میگفتش که نگو مرگ بر دیکتاتور، بگو مرگ بر دیکتاتوری. اصل بنیاد مصدر رو بزن نه فاعل رو. و میبینی که از اون ماجرا 40 سال گذشته هنوز این تو جامعه شکل نگرفته، تعمیم پیدا نکرده که به جای اینکه سراغ مصدر بره میره سراغ فاعل، میگه دیکتاتور بده، در حالی که باید بگه دیکتاتوری بده. اینی که شما میگی طرح داری، یه قدری راجب طرحت برای اون بگو. یعنی چی شما طرح داری؟ چه طرحی داری؟ چیکار میخوای بکنی؟ بله، اولا برای شما توضیح بدم، اولا من انتظار ندارم در اون شرایط تروری و اختناق در ایران مردم به خود به خود برسن به یک راه حل دراز مدت و سازمان یافته کار بکنن. ترور و اختناق روزمره اینا رو مجال هیچ حتی زندگی نمیده. بنابراین من نقد من به امثال خودم و گروه‌هایی هستن که ادعاهای روشنفکری و آزادی خواهانه میکنن در خارج از کشور به سر میبرن و در این زمینه هنوز بعضی ها هستن که این بند نافشون رو با جمهوری اسلامی قطع نکردن. بنابراین تر مسئله بر اینه که با هر جناحی از این رژیم همکاری داشتن یا رابطه داشتن خیانت به مردم ایران و کشور ایرانه. و در ضمن پناه بردن به قدرت‌های بزرگ به عنوان اینکه بیا حمله نظامی کن ما رو نجات بده، اینم یکی از خیانت‌هایی است که همیشه در بخشی از جریانات درون اپوزیسیون بهش متوسل شده. من ضد خارجی نیستم، من عقیده دارم به نیروهای دموکرات و آزادی خواه خارجی هم میشه باشون گفتگو کرد، همکاری کرد، ولی اول از همه ما باید یه تشکیلات قدرتمند سراسری که این بنیاد این رژیم رو و بنیاد این فرهنگ رو میخواد بچینه به وجود بیاریم، بعد دنبال یارگیری خارج هم باشیم منتها مشروط.
ما تا زمانی که روی پای خودمون نایستادیم پناه بردن به امثال دانالد ترامپ بیگا یه دیوانه، این راه حل برای جامعه ایران نیست. این راحت طلبی و یک نوع فرصت طلبیه به نظر من. واسه همینم هست که من عقیده دارم ائتلافی که در آینده میخواد صورت بگیره باید دقیقاً منزه باشه از این آلودگی های سیاسی و فرهنگی و سازمان یافته باید کار کرد. هم مبارزات ما دو بخش خواهد داشت به خاطر شرایط ترور اختناقی کرد، یک بخش علنی باز و یک سازمان یافتگی مخفی در داخل کشور که باید به کارش ادامه بده تا بتونه این ریشه این رژیم رو به طور بنیادی برچینه، نه اینکه با جناحی باز مصالحه بکنه. آره ولی این خیلی چیز سختیه، یعنی اینکه خب بله با هیچ کس کار نکنم خب معلومه سخت. ما توی یه لجنزار گیر کردیم و این لجن را شما میخواییم با باد بزن برطرف بکنین، اینو باید بلدوزر انداخت و در نتیجه من عقیده دارم میشه کار این کار کرد. اول باید سیاستی باز و روشن انتخاب کرد، بر اساس اون یارگیری کرد و بر اساس اون سازماندهی کرد، هم در داخل و هم در خارج. میدونم ولی ببین آقای ماسری، داستان اینه که من عقیده دارم مثل شما فکر میکنم تا جایی که اولا ما بایستی که نیرو این اتاق فرماندهی برای براندازی نجده و طرحهایی که بعد از اون میخواد شکل بگیره، این به طور قطع و یقین باید در خارج کشور باشه. در داخل کشور امکان عقلی نداره، به محض اینکه دو نفر دور هم جمع بشن و میگیرنشون. الان شما همین آقای شعله سعدی و اون یکی ببین بی خودی گرفتن، عکسشون هم پخش میکنن به تعمد. الان یه نواری رو به تعمد پخش میکنن، سخنهای خامنه ایه که به برادران سپاهی و برادران ارتشی میگه که شما مگه خوابید کجایید برید، این یعنی چی که میلیونی تظاهرات میکنن؟ این فقط برای رعب و وحشته، برای اینکه تو دل مردم رو خالی کنه. پس در داخل کشور امکان عقلی نداره، اما در خارج کشور نمیشه کاری کرد. یعنی اینکه برای جنگ شما نیاز به سرباز میدانی دارید، یعنی داخل جبهه باید باشه. بنابراین این که در بیرونه بایستی که با اونی که تو داخله همکاری کنه. شما وقتی میگی که اصلا قطع کن با هیچکی کار نکن، پس اون سربازو از کجا میخوای بیاری که درون جبهه بجنگه؟ نه من عقیده دارم این فرمولی که شما میگین، این برای کسایی که در خارج از کشور نشستن، خودشون رو با اینترنت و غیره و غیره، نه به خاطر اینی که از این به اصطلاح صنایع الکترونیکی استفاده علمی بکنن، درست بکنن، خودشون رو مشغول کردن. بنابراین من حرفم اینه، در گذشته هم اینجوری بوده، من خودم درگیر بودم. به طور مثال ما در خارج از کشور سازماندهی میکردیم و یک قدرت سراسری به وجود آورده بودیم، در خاورمیانه رفته بودیم فعالیت میکردیم، بخشی از فعالیت‌های ما علنی، بخشی مخفی بود و موفقیت‌هایی هم داشتیم. منتها ضعف ما این بوده که تبدیل به یک جنبش سراسری نتونستیم بشیم، ولی امروز ما با توجه به اون ضعف‌ها و کمبودهای گذشته میتونیم در خارج از کشور یارگیری دو جور میتونیم بکنیم. یه عده هستن میگیم شما هر کسی به اندازه توانش بیاد علیه این رژیم فعالیت بکنه، ولی یه عده هستن که آگاهی‌های و چشمانداز دراز مدت دارن، اینا میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن، هم سازمانی درست بکنن که در خارج از کشور مؤثر باشه و هم رابطه با رعایت مسائل امنیتی در داخل کشور در صدد تشکیل هسته های مقاومت بر بیان، و این امکانش وجود داره، در گذشته بوده، هنوز هم وجود داره. هم اکنون ما بخشی از ما دوستان ما با یه عده‌ای در داخل کشور به طور مخفیانه رابطه داریم. چرا نمیشه؟
ما منتها باید چکار بکنیم؟ بیاموزیم و به دیگرانم بیاموزیم که چه مسائلی رو باید رعایت بکنن. با ایمیل و نمیدونم نام نگاری و اینا نیست، با تلفن دستی خودش نمیتونه تماس بگیره، اینا فوتوفن داره. ما در این زمینه چندین جزوه انتشار دادیم و در نتیجه میشه کاری کرد که در داخل کشور، در نقاط مختلف کشور، هسته‌های مقاومت شکل بگیره و با توجه به فنون سازماندهی در شرایط ترور اختناق با هم با اسم مستعار رابطه داشته باشن و تبدیل بشن به یک نیرویی که از جنبش خود به خودی مردم استفاده بکنن و تبدیلش بکنن به یک قدرت، قدرت سیاسی در داخل ایران. و اینو میشه و بخشی از ما هم که شناخته شده نیستیم میتونیم انتقال خودمون رو انتقال بدیم به داخل کشور. به آخه یه چند تا مشکل این وسط وجود داره آقای ماستری. یکی این که ما هم به خاطر این یه انقلابی که تو مملکت شده، اول حرکتی که این نظام انجام داد اینه که اومد بر علیه انقلاب، خودش رو انقلاب سوار شد، ولی به سرعت اومد علیه انقلاب حرف زد که انقلاب چیز بدیه، هر جا انقلاب کردن بدبخت شدن. نمونهش بفرمایید، شما در رفاه و آسایش بودید، حالا ببین چقدر مذلت دارید. و بعد هم میکور برین که اگه ما بریم ایران سوریه میشه، نمیدونم لیبی میشه، از این گنجی و این چیزا مینویسن مرتب. یه نقطه ای که اینجا وجود داره واقعیت اینه که شما از اون جا میای، اگه یادت هست که هست، وقتی که ما از ایران میومدیم بیرون در اون سالهای پیش از انقلاب، هیچ کدومون قصد نداشتیم که تو خارج کشور برای همیشه زندگی کنیم، که می اومدیم اینجا که درس بخونیم و برگردیم داخل کشور. ولی وقتی که اینجا می دیدیم رفاه و امنیت و اینا رو می دیدیم، مقایسه می کردیم با داخل کشور، طبیعتا دلمون می خواست که ایرانمونم تغییر بدیم مثل اینجا بشه. امروز آدمایی که از ایران بیرون میان یا من و شمایی که در اینجا موندیم و اون عده که همین الان هم دارن از ایران میان بیرون، اینا به قصد این نمیان بیان اینجا درس بخونن برگردن، اینا میان که بمونن، مهاجرت میکنن. بنابراین این دیگه اون نیروی پیش از انقلاب نیست که بشه روش حساب کرد، مثل اون نمیتونه عمل کنه، باید یه طرح نوعی رو در انداخت به نظر من، چون اینا دیگه نمیان که برگردن، اینا میان که بمونن. اون موقع میومد که برگرده میشد از نیروش استفاده کرد و استفاده هم میشد، جزوه میفرستادیم، نمیدونم مطلب میفرستادیم، از اون طریق خب میفرستادیم داخل ایران، ارتباط برقرار میشد. امروز اون پل وجود نداره. چی فکر میکنی؟ بله این کاملا درسته. ما در یه عده زیادی هستن از روی استیصال، برای اینکه نه یه تشکیلات درستی وجود داره، نه یک رهبری درستی وجود داره، در داخل کشورم با انبا و اقسام مشکلات رو بروی، خب فرار میکنه که بیاد اینجا در یه امنیت زندگی بکنه. ما نباید انتظار داشته باشیم که همه بیان در یک مناسباتی قرار بگیرن، خودشون رو به مخاطره بندازن. نه، امروز در حقیقت میشه من با اون سالهای 1960-65 فرق داره. ما به طور مثال ما موفق شده بودیم 40,000 نفر رو در کنفدراسیون متشکل بکنیم، ولی با فعالیت‌های علنی علیه رژیم. ولی امروز اصلا شما نمیتونین 50 نفر رو در یه جای برای یه تظاهرات جمع بکنین. به طور مثال افت کرده، شکست خورده، ناکام شده، ولی در این شرایط چه راهکار چیه؟ شما نباید انتظار داشته باشین همه اینا رو ناگهانی متشکل بکنیم و علیه رژیم. نه، باید حتی 100 نفر 200 نفر رو
آگاه بشن، متشکل بشن و با چشمانداز دراز مدت اول نظریاتشون رو هماهنگ بکنن و بعد رابطه برقرار کنن با اون مردم دربند و مستحصلی که در داخل جامعه هستن و جونشون به لب رسیده و ببینن صادقانه دارید در کنارشون قرار میگیری، ازشون حمایت میکنی غیره، میتونه دو مرتبه تبدیل بشه به یه نیروی سازمانیافته و این امکانش وجود داره. به نظر من بقول شوخی میکنم با خیلی از دوستان، من جز برادران امیدوار هستم. این به هیچ وجه از پای در نمیام، با تعداد کم میتوان شروع کرد و تبدیل شد به یک نیروی سازمانی، در صورتی که چشمانداز درستی داشته باشی، راه حل های مختلف رو در شرایط ترور اختناق جستجو بکنی، نه فقط فرمان بدی و شعار بدیم. یعنی من عقیده دارم امکانش هست و اینو من در گذشته خودم تجربه کردم و امروزم هنوز میخوام ادامه بدم به سمت خودم. بله خب، و امیدو که نباید دست داد. یاد آقای امیدوار هم به خیر، نمیدونم هستش نیستش، خبر داری شما ازش در واشنگتن یا نه؟ یکی از اون برادران امیدوار هم در همون منطقه زندگی میکرد، یادتون میاد شما؟ بله نه خیلی هستن افراد وقتی که این انشعابات تجزیه ها، ببین یکی از دلایل شکست تنها رژیم نیست، یکی از دلایل پراکندگی تنها رژیم نیست، بلکه مربوط به خودمون شیوه برخورد ماست. من نوعی اگه در یه جایی اشتباه میکنم باید این صداقت داشته باشم که بیام خیلی باز و شفاف حداقل با دوستان مطرح بکنم، توجه کردی؟ نه هراسم از اینی که در یک تحول فکری قدم بردارم. من نمیتونم راهکارهایی رو که 40 سال 50 سال گذشته دنبال کردم امروز همونو تکرار بکنم، من باید تکامل ببخشم این کار رو. اینا مسائلیه که ماها رو میتونه به هم نزدیک بکنه. ولی یکی از مشکلات دوباره به نظر من این ماجرای رهبریه، یعنی واقعا یه توهمه که فکر میکنه که اون مردم منتظر رهبرن و اون رهبره میاد این کار رو براش انجام میده، در حالی که واقعیت قضیه اینه که در ایران همین تظاهرات‌های کوچیک کوچیکی هم که صورت میگیره اینا صاحب رهبر و اتاق فکرن، اینا بی خودی که شک نمیگیره که تظاهرات معلمان، زنان، این که مدهی جمع بشن برن، فرض کنید که همین خاوران، همینایی که میرن سر خاک عزیزان، این بالاخره یه سازمانی، یه عده‌ای فعالن، گوشی تلفن رو ور میدارن، خبر میدن، اون میگه میترسم، اون میگه نترس، ما هستیم، همه میخوایم بیان، تو هم بیا. یه سازمان هایی وجود داره، یه رهبری هایی وجود داره، اینا باید به همدیگه ارتباط، من به نظر من کار ما در خارج کشور اینه که بتونیم نقش پر رو بازی کنیم، اینا رو به همدیگه متصل کنیم. ما مسیر رو اشتباه ادهی دارن میرن، نمیدونم، من اینجوری فکر میکنم. خب درسته، این نه تنها باید به هم پل بخورن، ارتباط برقرار کنن. من گفتم یکی از دلایلی که پراکنده هست سرخوردگی ها از شکست و ناکامیه. ما باید کوشش بکنیم این سرخوردگی ها رو تبدیل به امید بکنیم. یکی دومم رهبر، من وقتی از رهبری یک سازمانی جنبش حرف میزنم، این تیه روندی، تیه پروسه شکل میگیره، هر کسی نمیتونه بیا پیشا پیش. بله هنوزم میبینیم بعضی از این گروه ها که در خارج تشکیل شده خودش رو رهبر میدونه، رهبر طبقه کارگر، رهبر نمیدونم جمهوری، سلطنت، چی فلان، اینا اینجور رهبر درست کردن ها هیچی نمیارزه. رهبری باید در این مبارزه و با ایجاد پایگاه مردمی شکل بگیره. این بنابراین فقط ما میتونیم چیکار بکنیم در این شرایط، ابتکار عمل داشته باشیم، کوشش بکنیم که راهکارهای مناسبی رو نشون بدیم، حتی از مبارزات مردمم، روزمره مردمم خیلی چیزا میتونیم بیاموزیم که چگونه. و من به طور مثال الان زنا در ایران یه نقش مهمی دارن بازی میکنن در این شورش و اعتراض اینا، با اینکه خیلی تو سرشون میزنن، و من عقیده دارم باید نقش زن
زنان در فکر میکنم نقش زنان در جنبش آینده خیلی برجسته خواهد شد، برای اینکه چند به طور مضاعف که هیچی به طرز گوناگونی اینا تحت ستم هستن، نه تنها از طریق رژیم، حتی از طریق عده‌ای از این سیاست‌های مردسالارانه که تحت تاثیر همین فرهنگ اسلامی هستن. نه واقعیت‌های ماست، یعنی واقعا یه موضوعی رو مطرح کردی به عنوان طرح بعد از فروپاشی نظام، یه قدری راجع به اون برام بگین که اون چیه مقصودتون از این طرح بعد از فروپاشی کدامه؟ آیا مثلا شما هم جزء کسانی هستی قانون اساسی نوشتی؟ چیه ماجرا؟ آره من عقیده دارم مسئله از کلیگویی باید خیلی در بیاد. در گذشته مثلا خیلی از قانون اساسی نوشتنات طرح و برنامه برای بعد از سرنگونی رژیم که چگونه آباد شود، آزاد شود، نمیدونم ستما از بین بره فلان، اینا سر جاش، ولی به نظر من ما باید خیلی برخورد دقیق و مشخص بکنیم که تنها با اون سبک کار گذشته که رژیم رو عوض بکنیم و فقط دست به یه سری اصلاحات بزنیم گویا همین کافیه. نه، جامعه ما در یک این حکومت اسلامی و این به رهبری خمینی که شکل گرفته و تا به حال ادامه داره، از نظر تزویر، ریا، دزدی، جهالت، جنایت بی نظیره. و این به نظر من تنها با سرنگون کردن این رژیم کافی نیست، باید طرح و برنامه داشت که بعد از اون شما با چنین پدیده پلیدی چیکار میخواییم بکنین. این مسئله باید طرح و برنامه داشت، یعنی اینی که با اصلا با پدیده آخوند چگوری میخوای برخورد بکنی، با پدیده مذهب به عنوان اینی که نمیتونی یک مرتبه یک شب مذهب رو از بین ببری، ولی مذهب رو باید گذاشت تبدیل بشه به یک امر شخصی افراد و تو خونش هر که میخواد تو خونش نماز بخونه یا تو سر خودش بزنه مسئله خودشه، ولی این فرهنگ جهالت و جنایت رو در قوانین و مقررات اجتماعی وضع کردن و ادامه دادن نباید. باید این فرهنگ جهالت پروری باید ریشه‌کن بشه، منتهی یک شبه نمیشه. سیستم آموزش پرورش در جامعه باید تغییر بکنه. اگر روشنفکری امروز ادعای مبارزه میکنه برای این مسئله در آینده برنامه نداشته باشه، یعنی هیچی، تکرار گذشته است. یعنی باز بیاد با آخوند هم نشین بشه، با اون دمخور بشه و بیاد یه حکومت جدید بگه مصلحت اسلام اینه، مصلحت ایران اینه که ما با هم بسازیم، این تکرار چندین قرن جهالت و جنایته. من به نظر من ریشه این حکومت رو وقتی که تنها سرنگون میشه با این پدیده آخوند لازم نیست بکشیدش، این آخوند رو باید خل لباس کرد، باید این پدیده رو از جامعه زدود و تبدیل کرد به یک، این مذهب تبدیل بشه به یک مسئله خصوصی، هر کی میخواد بره زیارت بکنه یا تو خونش انجام بده. ما دیگه مساجد شده فاحشه خونه، مساجد شده غارتگرانه، پول جارو میزنن از آستان قدس رضوی بگیر، از نمیدونم گنبد طلایی فلانجا درست میکنن، مردم در گرسنن، ولی این فرهنگ ادامه داره. بعدش هم وقتی با یه عده صحبت میکنیم میگن خب این جزء فرهنگ مردم، ما نمیتونیم دست بزنیم فرهنگ مردم رو که چندین سال از پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک تبدیل شده به زشتی ها و کثافت ها، این رو باید زدود، منتهی یه شبه زدوده نمیشه، باید سیستم آموزش و پرورش، فرهنگ جامعه به مرور تغییر بکنه و در مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی جوری نو از نو بنا بشه. اینا رو نه میشه. این که حرف بی خودیه، برای این که فرهنگ بخشی از اخلاق یه جامعه است و همین الان خیلی آسونه، ما نمیخواد زیاد راه دور بریم، میتونیم مردم ایران رو در دوره
سالهای 50 مقایسه کنیم با امروز. خیلی فاصله است. ما میتونیم همین مردم آمریکا رو امروزشون رو مقایسه کنیم با 4 سال پیش از این، دوره اوباما. میتونیم همین مردم رو مقایسه کنیم با دوره جورج بوش. در دوره جورج بوش جامعه میگه بریم بزنیم بجنگیم، چون جورج بوش اون بالا، یعنی از بالا دیسکورس این رو تغییر میداد از طریق مدیا. دوره اوباما اومد گفت نه، ما از طریق سیاست میتونیم همین کارو بکنیم. امروز یه فرهنگ دیگه دنه، چه این چیزی که فرهنگ مردم و اینا حرفای بیخودکیه به نظر من. نه، اینا اون تحت تأثیر قدرت، قدرت هر شکلی که بخواد این مس توده رو میتونه شکل بهش بده، فرم بهش بده. اگر نگاه بکنین حتی مثلا اینجا، من این اتفاقا این کتاب جلو دستمه، مال 1324 فریدون آدمیت، اون موقع راجب امیرکبیر، یه بخشی داره راجب همین قرارداد ارزرومه که امیرکبیر رفته اونجا اینو امضا کرده. اونجا هم اشاره میکنه، میگه آقا این مردم سنتاً دوست دارن برن، چون که اماماشون توی این منطقه بینون رهرین هستن، هی میخوان برن اونجا زیارت. اینا سنی‌ان، دردسر ایجاد میکنن برای شیعیان. بنابراین امیرکبیر تصمیم میگیره بره به اونا بگه همون کاری که نادرشاه کرد، یعنی اینکه بادار کرد حکومت عثمانی رو که شیعه رو هم به عنوان شاخه ای از اسلام عثمانی بپذیره به عنوان فرمانده کل قوای اسلام در اون عصر. اینا موضوعات نیست، اینا قابل تغییره. یعنی همون گونه که مسجد امروز نگاه میکنی تبدیل شده به فاحشه خونه، خب یه روزگاری 40 سال پیش از این، 50 سال پیش از این، یه محل در حقیقت قدسی بود، مردم بهش احترام میذارن. امروز احترامی نداره، به خاطر اینکه این دستگاه حاکم این رو به این شکل درآورده. از موضوع دستور کار خارج نشیم، اجازه بده برگردم به پرسش معین از شما. به هر حال حزب آرا رو تشکیل دادید، امروز چه وضعیتی داره این حزب؟ امروز چی داره؟ چه وضعیتی داره این حزب؟ کجا قرار گرفته؟ مشغول به چه کاریست؟ خب تو این ویرانه یه چیزی رو تشکیل دادن، یک مرتبه شق القمر نمیتونه بکنه. ما در تلاش داریم میکنیم که خیلی در مورد مسائل مختلف، اولا در همه مسائل از نظر اساسنامه ای، مرامنامه ای، برنامه سیاسی، برنامه مبارزاتی، خیلی شفافیت ایجاد بکنیم. یعنی هیچ چیزی رو گنگ و مبهم مطرح نکنیم که گریز باشه. اگه از ما کسی سوال بکنه فلان مسئله چیه، اگه جوابی نداریم باید به کارشناسا رجوع بکنیم، مطالعه بکنیم و براش پاسخ پیدا بکنیم اگه میخوایم کار سیاسی حزبی انجام بدیم. بنابراین ما در این مرحله هستیم که هیچ میخوایم در مورد همه مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مبارزاتی خیلی باز و شفاف بیاندیشیم و یارگیری هم بر اون اساس انجام بدیم. به عنوان مصلحت یارگیری نکنیم، به عنوان مصلحت با جایی نسازیم، به عنوان مصلحت با نیرویی که به اون اعتقاد نداره سازش نکنیم. بنابراین این خیلی مهمه، ما در این مرحله هستیم. بنابراین با اینم مواجه شدیم در همین ویرانه اپوزیسیون هستن افرادی که عین این فکر میکنن، ولی از این مناسبات ناهنجار اپوزیسیون خارج از کشور و داخل کشور ناراحت بودن، تو خونه نشین شده بودن و مدارن یواش یواش حرکت به حرکت در اومدن و میخوان یا با ما باشن یا شبیه ما گروهایی به وجود بیارن که بتونیم بعداً دست به دست هم بدیم و یک جبهه وسیع قدرتمندی در خارج و داخل ایران به وجود بیاریم. رابطه هم برقرار کردیم با به طور مخفیانه با داخل، ادعی که ادعی هستن عین همین حرکتی رو که ما شروع کردیم اونا مخفیانه در ایران شروع کردن و منشوری رو نوشتن و کوشش دارن میکنن که با هم در تبا
تبادل نظر باشیم و دست به دست هم بدیم و در یک اتحاد عمل و مبارزاتی شرکت داشته باشیم، یعنی تلفیقی از مبارزه داخل و خارج رو تحقق ببخشیم. بنابراین من خیلی خوشبین هستم و دوست و خوشبختانه دوستان ارزشمندی هم هستن که دارن کوشش میکنن تو این مسیر گام بردارن، هرچندم اگه با ناکامی ها و یا با بعضی مشکلات روبرو باشیم نباید هراس داشته باشیم. بله، عرضم به حضور شما که خب از یه سمت ما وقتی راجع به داخل صحبت میکنیم این وضعیت تحریم ها، دیروز جان بولتون گفته که نمیدونم ما اونجوری که انتظار داشتیم بیش از اون ایران درش اثر کرده، بنابراین این حرف خودش نشون از اون دارد که اصلا این ماجرای وضعیت فلاکتبار مردم ایران ربطی به تحریما نداره، این در اثر ناکارآمدی خود نظام فاسده، یه مش دزد چپاولگرن و خودشونم حس میکنن که تحت تاثیر همون القاعات خودشون هم باور کردن، در نتیجه مشغول دزدی ان شبانه روز و همینجوری دارن چپاول میکنن. و ولی ما با یه مشکلی در اینجا مواجه هستیم و اون جعلیات و اخبار دروغه که مرتب پخش میشه و این برای ما نقش چوپان دروغگو رو بازی میکنه و مردم رو به سمت ناامیدی میبره. این که مثلا خامنه ای داره میمیره، خامنه ای نمیدونم این آمد نیوز و اینا از این خبرها مرتب پخش میکنن، تجربه شما به ما چی اینجا درس میده؟ چه باید بکنیم در مقابل این حجم اخبار دروغ؟ بله، این به نظرم ما نمیتونیم جلوی این چیزا، اینا مسئله تزویر و ریاکاری حتی نه تنها در رژیم هست، در میان برخی از نیروهای قدرتمدار خارجی هم وجود داره. حالا بعدا مثالشو میگم. دوم، بخشی از اپوزیسیون، من اسمشون رو گذاشتم غم پوزیسیون، اپوزیسیون نیستن اینا، یه میبینی یه بخششون دومشون وصل به جمهوری اسلامی یا جنایی، یه بخشش هم میان چخچه میزنن بهبه میگن و میخوان خودشون رو قاطی اپوزیسیون بکنن. بنابراین ما با یه همچین ناهنجاری های روبرو هستیم، ما نباید با احساسی برخورد بکنیم. خیلی اگه یک مبارز سیاسی هستیم یا یه تشکیلاتی داریم، خیلی با متانت با درایت و کارشناسا نباید کار بکنه، راجع به هر چیزی تحقیق بکنه، آگاهی داشته باشه و بعد موضع بگیره. نه، و تو این جنگ و جدال های این گروه اون گروه هم به هیچ وجه ما تصمیم داریم شرکت نکنیم، یعنی ما خودمون رو اصلا این شده خودش یه بخشی از جریانات. شما تو تلگرام یا تو فیسبوک یا جای دیگه نگاه بکنین، یه درصد اصلا نزدیک 20-30 سال زندگیشون اینه که فقط به هم دیگه پرخاش بکنن. این اپوزیسیون نیست که، این فرهنگ مبارزاتی نیست. این بنابراین ما باید کوشش بکنیم، با نصیحت هم قضیه حل نمیشه. شما باید، من و شما بریم یه کار مشخص و مثبتی که انجام بدیم، بعد اونایی که آدمای سالم و مبارز هستن میپیوندن، اونایی که دغلکارن منزوی میشن. مقصود چیه؟ چی باید بکنیم؟ یعنی چجوری؟ خیلی گفت یک دقیق اعلام بکنی، نه اینکه دو پهلو چند پهلو هر بزنی، دقیق بدونی که چه میخوای، بر چه مبنای این گفتهات استواره و هدفت چیه از نظر هدفات، سیاستت، مبارزاتت. دوم، تشکیلات درست کنی، وارد به مبارزه بشی و در پیگیر باشی، صداقت تا در این مسئله نشون بدی تا بتونی اعتماد اون افراد صادق رو هم جلب بکنی. این مسئله تنها راه اینه، وگرنه ما که آخون نیستیم که بیایم صلوات بفرستیم یا نمیدونم یه در با جادوگری جلب بکنیم. نه، ولی شما به عنوان یکی از آدمای نادر میشه گفت، نداریم مثل شما، خیلی کمه که یه کوهی از تجربه فعالیت‌های مبارزاتی پیش از انقلاب رو به خودش داشته باشه و همچنان سرپا باشه، غالبا
دیگه فرتوت شدن، پیر شدن، کارایشون از دست دادن، ولی شما به عنوان یه آدمی که همچنان سرپاس، راستش اینطوری بگم بی‌تعارف، با استقامت راهشو اداره میکنه، این تجربه رو چجوری میشه منتقل کرد به نسل فردا؟ ببین چند جور راهکار وجود داره. همیشه یه کار ما، من نوعی حتی خیلی از ما در ایران، ما احزاب مدرن اجتماعی نداشتیم. مثلا در خیلی از کشورها احزاب پیشرفته و مدرن هستن، کلاس‌های کاد دارن، آموزش میدن افراد رو، از نظر سیاسی مبارزاتی تعلیم میدن، بهشون دانش میدن، میآموزن تا بتونن به مبارزات خودشون ادامه بدن، آگاهی کسب بکنن، راهکار مبارزاتی میدن، شرایط جامعه شناخت داشته باشن فلان. ولی تو ایران همه چی دیمی و احساسی بوده. حالا ما با افت و خیز یه چیزی یاد گرفتیم، ما باید کوشش بکنیم این تجارب خودمون رو. چه دو بخش داره، یکی میگیم چه نباید کرد، استدلال باید بکنیم که چه چیزی خطاست، کارهایی که خطاست و منجر به شکست خواهد شد تکرار نباید کرد. دوم چه باید کرد، اونا چیه، اونا هم بر اساس شناخت از جامعه، یک، و داشتن تعلیمات، آموزش، یعنی تربیت کادر. اگه یه جوونی میخواد پا به مبارزه بزنه صادقه، در نتیجه باید بهش کمک کرد، یاری رسون که بیاموزه، که اولا دانشش، سطح دانشش بالا بره، و بعد مبارزه هم میخواد بکنه. من در چندین مقالم نوشتم، من خودم گرفتارش بودم، ما دنبال شهید پروری و جانبازی و اینا نیستیم. ما باید چیکار بکنیم؟ ضمن حفظ خودمون کوشش بکنیم این رژیم رو متلاشی بکنیم، نه اینکه با احساسات کار بکنیم. بنابراین خیلی از مسائل است که مربوط است به کارهای کارشناسانه و تعلیمات، آموزش و پرورش حزبی گروهی، و که این در مدت ها طول میکشه، با هم دیالوگ داشتن، گفتگو داشتن، تجارب و انتقال دادن، و در نتیجه باعث میشه که با هم صمیمانه، هم تا اختلاف نظرم داریم، با هم گفتگو کردن، با هم به تفاهم رسیدن، اینا، نه اینکه امروز با هم دوست بشیم فردا قهر بکنیم. توجه بکنیم اینا خیلی مسائل هست که اینا رو در یک گفتگوی تلویزیونی نمیشه بیان کرد، اینا رو جزوات هست، کتاب هست که من نوشته ها رو پخش میکنیم و در اختیار دوستان میذاریم و تجارب هر کدوم رو مبادله میکنیم و در اختیار دیگران میذاریم. که به طور مثال یه بخش آدم هایی هستن مثل من که هم تجربه مبارزه در کردستان مسلحانه داره، هم مبارزه مخفی در ایران داره، هم مبارزه در خارج از کشور. بنابراین این میتونم تجارب خودم رو به اون یارا انتقال بدم که من همینو میگم، منم به همین اصل معتقدم. مثلا ولی شما میگی امروز کار چریکی نباید کرد، خب چجوری بر اساس اون تئوری های گذشته احمدزاده و اینا که میگفت موتور کوچیک موتور بزرگ رو به حرکت در بیاره و اینها، امروز چجوری میتونی موتور بزرگ رو به حرکت در بیاری آخه؟ بله، اون منم خودم در کار چریکی شرکت داشتم و حمایت میکردم، بعدنم نوشتم، مقاله نوشتم، کتاب نوشتم در این زمینه، که تجربیت خود چریکارم انتشار دادم، دیدم که چرا با چند زن و مرد جنگی که هر چقدر هم صادقانه باشه نمیشه یک توده عظیم ناآگاه رو که هنوز فوت و فن تشکیلاتی و مبارزاتی بلد نیست به حرکت در آورد. توجه کردی؟ فقط شهادت طلبی، نمیدونم تابلو اعلامیه کردن، عکس چاپ کردن و اینا، سینه زدن و اونان، این فرهنگ اسلامیه، اینا رو باید این فرهنگ رو گذاشت کنار. مبارزه در داخل ایران باید با رعایت فنون سازماندهی و مبارزه در شرایط ترور اختناق، این من جزوه دارم در این زمینه، یعنی شما چه کار بکنین که ضمن اینی که در ایران هستیم، چه مخفی چه علنی، بی خودت یاد بگیری و به دیگرانم بیاموزی که میتونی
شبکه های 3 نفره، 5 نفره، 10 نفره در نقاط مختلف تشکیل بدی و با هم با چه رمزی این شبکه ها را با هم در ارتباط بذاری و تبدیل بشه به یه حرکت سراسری. اینی نه اینکه یه چند تا گروه فقط تفنگ بردارن بالای کوه یه جا بیستن و بعد شروع بکنن بگن که ما از اینجا با تیر زدن چند مزدور بعد مردم رو بیدار میکنیم. این تئوری غلطه. ما باید در سراسری از کردستان گرفته تا خراسان، از گیلان گرفته تا شیراز تا فارس، ما همه اینا و باید شبکه ایجاد بکنیم. این امکانش هست و رابطه هم میتونه برقرار بشه و ما در این مسئله در این مرحله قرار داریم. آره، وقتی میگی که باید میشه رفت و از نیروهای مترقی خارجی هم کمک گرفت، خب یکی از این جریانات سازمان مجاهدینه. تحلیل شما از این سازمان چیه؟ اینو چجوری تعریف میکنی؟ از گفتم نیروهای خارجی مترقی، نه اینکه یک کسی بخواد مثل دولت آمریکا یا انگلیس میخواد ما را یا عربستان سعودی ما را ابزار خودش بکنه. ممکنه پول بده ولی میاد چیکار میکنه؟ سیاست خودش رو میخواد از طریق من و شما بعدن پیاده بکنه. من به نظر من این سیاست بازی ها رو باید گذاشت کنار. مسئله ما باید به روی پای خودمون اول ارزه داشته باشیم، بیستیم، تشکیلاتمون رو گسترش بدیم و بعد و وقتی که وارد نبرد میشیم برای مسائل حقوق بشر، برای دفاع از حقوق دموکراتیک، میتونیم با نیروهای مترقی از پارلمان اروپا گرفته یا احزاب مترقی اروپا و یا حتی بعضی از محافل در آمریکا گرفته با اینا تماس بگیریم که فریاد بردارن، نه اینکه ما رو نوکر و مزدور خودشون بکنن. توجه بکنید به این ترتیب میشه کار کرد و من تجربه دارم. خیلی هم خوشبینانه به طور مثال از اروپا اومده بودم آمریکا، میرفتم تو پنتاگون، نمیدونم استیت دپارتمنت، وزارت خارجه، غیره و غیره، تماس میگرفتم، توهم داشتم و حتی با عده‌ای از سناتورا و نمایندگان کنگره تماس گرفتم. بعد یادم خوب اینا رو بعد یواش یواش دیدم، کشف کردم، دیدم من مثل این که حالوام، من باید هدفمند تماس بگیرم. یارو به طور مثال با یک نماینده کنگره تماس داشتم، با یک پسر جوونی در دفترش کار میکرد، با من دوست شده بود، بعد به من خبر میداد، میگفت تو میای وقتی که با این یارو صحبت میکنی نوشته پروپوزال تو، طرح تو میگیره، میگه به به چه چه با تو هم دست میده، بعد وقتی که تو میری اینو میندازه تو آشغال. توجه کردی؟ و یا به وزارت خارجه رفتم، دارم تماس گرفته بودم، من طرفدار رژیم چنج، تغییر نظام هستم، و اول چیز میکردم، بعدن وقتی که پشت پرده برای مسائل اقتصادی خودشون رفته بودن با همین رژیم جنایتکار کنار بیان، وقتی که من 2 مرتبه میرفتم باشون با همون آدم ملاقات میکردم، میگفت که please don't change, don't talk about regime change، یعنی با درباره مخالفت با رژیم صحبت دیگه نکن. بنابراین من با چنین مناسبات سیطر جویانه و ابلهانه ای نمیخوام سر کار داشته باشم و به هیچ گروهی هم پیشنهاد نمی کنم چنین مناسباتی داشته باشه. ولی میتونه، ما دشمن خارجی نیستیم ولی با همه دوستی میکنیم. اول باید روی پای خودمون بیستیم که سر ما کلا نذارن، سر ما بر سر ما، اول ما رو دعوت میکنن یه جلسه به نام اپوزیسیون، بعد زیرزیرکی برن با خود رژیم معامله بکنن. اینا ما قربانی اینجور قدرت های بزرگ نباید بشیم. توجه کردی؟ من وقتی میرم پارلمان اروپا، میرم اونجا با فراکسیون های احزابی تماس میگیرم که عقل شعور دارن و از رسمن نه تنها تو اساسنامه‌شون یا مرامنامه‌شون بلکه سیاست روزمره‌شون هم مترقیه، خواستار آزادی و دموکراسی در کل دنیا، علیه جنگ در خاورمیانه و در آفریقا هستن. اینجوری باید دنبال کرد. بله، من مطمئنم. ولی وقتی مثلا خود همین سازمان مجاهدین میگه که مدعیه، نمیدونیم صحت داره یا نه، که او صاحب سازمان سراسریه و تمام این حرکتهایی هم که در ایران اتفاق میفته، 2 گروه هستن که این کارو میکنه، یکی حزب کمونیست کارگریه
که همه حرکت‌ها رو منتسب به خودش میکنه. یکی هم همین سازمان مجاهدینه که هر حرکتی در ایران اتفاق میفته منتسب به خودش میکنه. راهکار شما برای مقابله با این امر چیست؟ من عقده دارم ما خودمون رو خیلی ها این حرف هر کی من نوعی یا مجاهدین یا فلان گروه هر حرفی بزنه، اونایی که خارج از این مسئله هستن نظارگران میتونن تشخیص بدن که تا چه اندازه من ادعا میکنم میگم در ایران حضور دارم یا سازمان سراسری هستم یا دارم فلان کارو میکنم تا چه اندازه درسته. من خودم رو میخوام پرهیز بکنم، خودم رو درگیر جدال با هیچ گروهی، هر کی هر ادعایی میکنه هر نظری داره بره دنبال کارش کار خودشو بکنه. من با سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون به هر اسم و نام دارن فعالیت میکنن درگیر نمیخوام بشم. من کوشش میکنم با نیروهایی که در با اونها میتونم همگام بشم در مسیر مشترک قرار بگیرم با اونها تماس میگیرم و همکاری میکنم. بله بسیار ممنونم، خیلی سریع بود، خوب بود. ولی انتظار ما از شما همیشه همین آقای ماسوی، خاطر این صراحت عرضم به حضورت که این در حقیقت ائتلاف در خارج کشور چرا به نظرت شکل نمیگیره؟ چه موزلی وسط وجود داره که شما نخستین کسی بودی، جز شاید اون کسانی هستی که این رو کلمه کمپوزیسیون رو وارد ادبیات سیاسی کردی، چرا شکل نمیگیره؟ مشکلش کجاست؟ شما وقتی نگاه میکنی میبینی که از همون ابتدا بزرگان جامعه ما مثل امینی، بختیار، همه اینا جمع شدن، شورای مقاومت درست شد، نمیدونم این درست شد، ولی سرانجام نداره. چرا؟ تجربه شما چه میگوید؟ بله من تاریخچه تمام این جریانات رو توش بودم. من عقیده دارم چند دلیل وجود داره. یکی اولا نگاه بکنیم این جمهوری به اصطلاح جمهوری که نیست، رژیم جهالت و جنایت اسلامی آدمهایی رو که میتونستن نقش برجسته‌ای برای به راه اندازی یک اپوزیسیون سالم در خارج از کشور کمک بکنن ترور کرد. دکتر بختیار، دکتر قاسملو، شرفکندی و برومند، خیلی ها رو و آدم های حتی جمعون ها. و حتی من اینا اسنادش رو دارم که حتی من دنبال بعد از کشته شدن دکتر بختیار دنبال این بودم که این مسئله نخوابه و از بین نره و ایده رو دعوت کردم در اشتوتگارت در آلمان قریب 90 نفر 100 نفر در اونجا به عنوان کنگره ملی اومدن شرکت کردن و که در بگیم تسلیم نمیشیم، شما دکتر بختیار قاسملو غیره رو کشتین ولی ما ادامه میدیم به راه خودمون علیه این رژیم. بعد از چند ماهی ناگهان یک کسی با من تماس گرفت گفت من یک فامیل دارم که من با خبر هستم و این شماره موبایل اونه، تلفن دستی اونه و الان با پاسپورت دیپلماتیک جمهوری اسلامی وارد پاریس شده و از اونجا با منم تماس گرفته که دنبال تو است که شما تو رو در آلمان بکشه. و من رفتم با پلیس آلمان تماس گرفتم و این شماره تلفن رو در اختیارشون گذاشتم و دنبالش کردن، یارو فرار کرد رفت ایران. یعنی بنابراین یکی مسئله ترور و اختناق و ایجاد ترس و وحشت، این یک. دوم عاملی که اپوزیسیون نتونست پا بگیره مسئله شکست و ناکامی هایی که در درون اپوزیسیون انشعاباتی که صورت گرفته بود و پرخاشگری هایی که علیه هم تخریبگری هایی، مثلا من دیدم یک سازمان داره کار میکنه دو نفر یهو میبینی به عنوان عامل رخنه میکنن اونجا، اون سازمان رو متلاشی میخوان متلاشی کنن و باعث میشه که این مسائل باعث شده که من حتی چیز دارم، لیست دارم، چون دنبال کار پناهنده های سیاسی و غیره اینا که از ایران فرار میکنن هستم، هنوزم ادامه میدم، من لیست دارم، اسناد دارم و
بنابراین که قابل انتشار خارجی نیست، ولی قریب در عرض 20 سال گذشته تا حالا نزدیک 600 نفر کشف کردم که به نام عاملین جمهوری اسلامی بودن که به نام پناهنده وارد این کشورهای اروپا، آمریکا، کانادا شدن. بنابراین مسائل توطئه‌گری انواع و اقسام وجود داره، منتها ما اینا رو باید شناخت داشته باشیم و بعد تو همین بحران است که باید تلاش بکنیم راه حل درستی پیدا بکنیم، نه اینکه تسلیم بشیم و بهانه بیاریم، بیایم بگیم بله این جوریه اون جوریه پس بریم تو خونه بشینیم. نه، شرایط ترور اختناق حتی تو خارج از کشوره. بعدش هم شکست و ناکامی های سیاسی، تخریبگری های درون سازمان ها، همه اینا باعث شده که متلاشی بشه اپوزیسیون. ولی باید کوشش کرد این عوامل رو شناخت، منزوی کرد و یک قدم جدیدی برداشت. بذار یه پرسش بکنم از شما، برگردیم دوباره در حقیقت نقبی بزنیم به خاطرات. همین الان هم این موزل وجود داره، در اون دوره هم وجود داشته، حزب توده، حتی پیش از اینکه انقلاب بشه، پیش از اینکه خمینی بیاد، حزب توده یه نقش جور دیگه بازی میکنه. یعنی در همون دورانی که شما در کنفدراسیون بودید، خب اون سازمان انقلابی رو درست کردن در مقابل همون بچه هایی که مثل شما، جوان هایی که مثل شما بودن، جبهه ملی بودن، یه چیزی درست کردن به نام سازمان انقلابی که این تو کنفدراسیون هم انشقاق ایجاد کرد. امروز هم این نقش رو میبینیم، همچنان حزب توده در دوره خمینی هم اومد و انشقاق ایجاد کرد، فدایی ها رو تبدیل کرد به دنباله خودش. هنوزم این داستان ادامه داره. چرا این اتفاق رو اینا اینجوری دنبال میکنن به نظر تو؟ چه تفکری پشت این نهفته؟ من فکر میکنم تا اونجایی که شناخت دارم دیگه الان پدیده ای حزب توده به عنوان نیرو وجود نداره، ولی بعضی از اون آدما هستن که به اصطلاح تحت تاثیر این فرهنگ، اون فرهنگ بودن و هنوز میان به خاطر اون به اصطلاح بینش و منشی که درش غوطه ور هستن، میان اینجا و اونجا تخریبگری میکنن. به طور مثال، یا مثلا خیلی باز و شفاف بگم، یه آدمی مثل فرخ نگهدار در لندن تو بی بی سی، تو محافل دیگه سعی میکنه رخنه بکنه، از یه طرف خودش رو چپ میدونه ظاهرا، از طرف دیگه دومش بند نافش وصل به جمهوری اسلامی و کلی کسافتکاری های هم در اون موقعی که در ایران بوده انجام داده که من اسنادش رو در کتابم اشاره کردم و نوشتم و پخش شده و همه خبر دارن، تنها من نه بلکه خیلی از افراد میشن. بنابراین حالا من اینو اسمشو بردم، ولی احتیاج نیست، و این افراد رو حتی بزرگشون کرد. به نظر من از این پدیده ها دیگه لجنزارترینشون الان تو جامعه ما همین آخونده هستن که ببین چیه، به نام خدا، به نام دین، عبا میپوشه، عمامه میذاره، به سر مردم کلا میذاره، آدم میکشه. بنابراین ما با در یه لجنزاری به سر میبریم، ما یا باید تسلیم این لجنزار بشیم یا باید کوشش بکنیم این رو با بولدوزر پاک بکنیم این از جامعه خودمون، و این رو من عقیده دارم امکان پذیره و ما این کار رو خواهیم کرد. حتما، من به شما باور دارم. آقای ماسادی بسیار ممنونم، امیدوارم که بتونیم گفتگو رو در فرصت دیگر ادامه بدیم، از تجربت، از دانشت استفاده کنیم، و بسیار ممنونم، سپاسگزارم از این مهری که به ما داری و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت. آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. متشکرم آقای ماسالی. درود فرواند، من سپاسگزارم از لطف شما. خیلی متشکرم. ممنون. به دوستان شنیدیم فرمایشات آقای
ماسالی رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، مهر کنید. سپاسگزار میشم اگر که سایت میهن، یعنی www.mihantv.com رو به دوستانت معرفی کنی و که بتونن به سایت میهن بیان، مقالات رو نگاه بکنن. نگاه کردم امروز ما بالای نزدیک 4700 صفحه مطلب داریم، یعنی سرتیتر مقاله داریم، و تعداد مقالاتی رو که هر روز در وبسایت قرار میدیم، بازم تکرار میکنم، هیچ سایتی به اندازه ما مطلب توی بخش مقالاتش نیست. هر روزه آخرین اخبار جهان رو دنبال کنید، کمک میکنه به شما. اگر که حتی انگلیسیت هم ضعیف باشه، به خاطر اینکه خبرها رو در جریان هستی، اونجا بهت کمک میکنه، تقویت میکنه زبان انگلیسی شما رو. به جووناتون حتما معرفی کنید این سایت رو، بیان ببینن. هیچ سایت ایرانی همچی چیزی نداره. اپلیکیشن رو دانلود کنید که بتونید ازش استفاده آسانتر بکنید. تو همون اپ، توی تلفنت، توی کامپیوترت، توی لپتاپ و آیپد و آیفونت، تو سیستم اندروید، توی مایکروسافت، تو همه سیستما کار میکنه. میتونی تو همون اپ بزنی، بری تو بخش وبسایت، آخرین اخبار رو دنبال کنی، مقالات رو بخونی، گزارش های روزانه رو پی بگیری، ویدیوها رو که در پایین صفحه قرار میدیم روی وبسایت، در پایین صفحه اونجا رو دنبال کنی. پس بنابراین سایت رو معرفی کن، اپلیکیشن رو دانلود کن، به دوستانت هم کمک کن، به شبکه های اجتماعی مراجعه کنید. آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی یک، چه در کانال تلگرام، چه در یوتیوب، چه در فیسبوک، یعنی facebook.com/mihantv1، youtube.com/mihantv1، telegram.me/mihantv1، همینطور twitter@mihantv1. و کمک مالی خواهش میکنم، در این تنگنای مالی ما رو تنها نذار. متشکرم که حمایت میکنی. سپاسگزار از شما.